دوستای عزیزم سلام، من سمیرا. زمستون داره تموم میشه و دیگه کم کم داریم به سال نو هم همه خیر نوروزی نزدیک میشیم. واسه همینم امروز میخوام ببرمتون به یکی از پرطرفدارترین محله های شمال تهران که قطب مرکز خرید و این روزا قوقایی به پا کرده. اگه دوست دارید با این محله تجاری و مرکز خریداش آشناشید، این ویدیو رو از دست ندید. اما قبلش اگه تا الان چنلمو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنتاتون ازم حمایت کنید. اینجا محله هروی و اینم معروف ترین میدونش، یعنی میدون هرویه. توی این ویدیو ما قراره توی خیابون موسوی، یکی از پرترددترین خیابونه این محله، قدم بزنیم. قبل از اینکه پیاده رویمون رو شروع کنیم، لطفا معذرت‌خواهی منو قبول کنید به خاطر اینکه یکم صدام گرفته از اثرات سرماخوردگیه. هروی از محله‌های شمال شرقی تهرانه که به خاطر مرکز خرید فراوانی که داره به قطب مرکز تجاری این منطقه تبدیل شده. حالا علاوه بر این همه مرکز خریدی که داره، راسته این خیابون هم پر از دستفروش‌های مختلفه که محبوبیت این خیابون رو توی این محله بیشتر کرده. هروی تاریخچه جالبی داره. قبلا توی دوران قاجار اینجا یه روستای آبادی بود که اسمش مبارک آباد بود و جز املاک عین الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه بود. بعد از مدتی یه نفر به اسم رضاخان بصیرالدوله هروی این زمینا رو از عین الدوله میخره و شروع به آباد کردن این روستا میکنه. به خاطر همینم، به خاطر یه جورایی تشکر از همین خدماتش و آبادیایی که انجام داده، اسم اینجا رو هروی گذاشتن. توی این خیابون حتی نوازنده های خیابونی هم متفاوتن و رنگ و بوی سال نو گرفتن. مثلا ایشون بجز نوازنده تکمچی هم هستن.
توی محله هروی هم بافت قدیمی هست هم جدید. این خیابون جز خیابون نسبتا مدرن و جدیدشه. این محله به واسطه 4 تا بزرگراه اصلی یعنی صدر، همت، امام علی و سید شیرازی محسوب شده. واسه همینم از اون محله هایی که دسترسی خیلی خوبی داره و ترافیک خیلی کمی داره. بیاید بریم توی یکی از مرکز خریداش ببینیم چه خبره. اسمش مرکز خرید الماس هرویه. مرکز خریده که توی این محله هستن چندان بزرگ نیستن، اما هر چیزی که از یه مرکز خرید انتظار میره رو دارن، مثل محصولات متنوع، کافه های نقلی و توی بعضیشون هم فود کورت. Thank you.
دوستای عزیزم، مرسی که تا اینجا همراه من بودی. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشی.